ما امروز اومدیم که با 10,000 تومان یه دونه آداپتور یا تبدیل 220 به هر ولتاژی که دوست داریم درست کنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش، بزن بریم، لتس گو. اولین قطعه که نیاز داریم دو تا خازن 3300 میکروفاراد 400 ولت پلیستره و یه دونه خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت و دو تا مقاومت 1.5 میلیون اهمی و یه دونه دیود 4007 و یه دونه دیود زینر که هر دیود زینر ولتاژش باشه، من 15 ولت استفاده کردم، 15 ولت خروجی میگم، شما میتونید 5 ولت استفاده کنید و 5 ولت خروجی بگیرید. در ادامه مدارش رو سرهم میکنم و لیمکاریاش رو انجام میدم، دقیقا طبق مداری که میبینین انجام بدین و خروجی کاملا اوکیه. و ممنون میشم اگر تا اینجا همین جا هم دیدی اون لایک کوچولو رو بزن، شاید یه ثانیه هم وقت بزن میگیره، چند تا کامنت انگلیسی بذار که ثابت نپره و حمایت کن دیگه، حمایت خیلی خوبه، مرسی. و بریم برای ادامه ویدیو. خب دیگه کار ما حدودا تمام، فقط میمونه خازن رو بس کنیم و فقط توی این مدار حواستون به خط نشان دیودها حتما باشه و مثبت منفی خازن الکترولیتمون که منفیش با یه خط نشون داده شده. خب ورودی در این مدار 220 ولت و خیلی یکم خطرناکه برای شما، حتما با بزرگتر این کار انجام بدین اگر تا حالا این کار انجام ندادین. و خروجی که میگیریم به خاطر گذاشتن دیود زینر 15 ولت 15 ولته، ولی دیود زینر بذارین مثلا 10 ولت 10 ولت خروجی به شما میده، 5 ولت بذارین 5 ولت بهتون خروجی میده. و اینجا هم وز کردن اون 220ش رو میبینین و میریم بر تستش. در اینجا مدار خودم رو وصل میکنم به یه دونه مولتی متر خروجیشو که و میذارم رو دی سی 20 ولت که ببینم خروجی که به من میده چند ولته و میزنم به برق و میبینیم که 14 ولت به من خروجی میده. این ولتاژ میره بالا و بالاتر به خاطر شارژ شدن اون خازن خودمون و میاد میرسه نهایتا به 25 ولت اگر بذارین ای شارژ بشه. و میبینین دوباره وقتی از برق میکشیمش دوباره ولتاژ میاد پایین یواش یواش، اینم به خاطر همون خازنه که خازن داره یواش یواش ولتاژی که توش ذخیره شده رو تخلیه میکنه. گذاشتن خازن این خاصیت رو داره که از نوسان ولتاژ هم به اندازه ظرفیتش جلوگیری میکنه. خب خازن خودمون رو دشارژ میکنیم، دوباره صفر میشه ولتاژمون و دوباره وقتی بزنیمش به برق دوباره میاد روی همون 14 ولت خودمون. دقیقا الان میزنم به برق و میبینین میاد روی 14. در ادامه هم روی یه دونه LED 12 ولت تستش میکنم و تستش رو میتونین در این قسمت ببینین و روشن میشه. فقط تنها مشکلی که این مدار آداپتور 10,000 تومانی ما داره اینه که از دیود زینر نیم وات استفاده کردم و نیم وات یا همون نهایتا یک وات خیلی توان پایینیه
برای راه اندازی موتورهای برقی و غیره خیلی توان پایینیه و جریان خیلی زیادی نداره، با اینکه ولتاژمون اوکیه ولی جریان خیلی زیادی به ما نمیده، ولی خب کارمون رو راه اندازی میندازه برای LED ها و کارهای کوچیک کوچیک. مرسی تا اینجا همراه من بودین و اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنین، چون زنگوله واقعا حمایت بزرگه به من، و یک لایک و یک کامنت هم زیاد وقتتون نمیگیره. برای دوستاتونم اگر دوست داشتین برای حمایت از من شیرش کنین این ویدیو رو و به گسترش چنل من کمک زیادی کنین. مرسی و مثل همیشه تا یه ایده و یه ویدیو خفن دیگه، خدا نگهدار.